داریم، نگاه داریم. چی شده خانم؟ والا نمیدونم، ماشینم خراب شده را نمیره. یه دیدی بزن به لاستیکا بسن. بله چشم، دیدی بزنیم به لاستیکا. بابا چه خبره تو اوستا؟ نخورد که، بره بینیم چی شده خانم. اوستا، من با خود دبر ایش سلام بدونیم. برو استارت بزن بینم. پاش کرده. چی پاش کردی؟ شما که وارد نیستی. از حالا چی کار کنم؟ والا کاری که میتونین بکنین اینه که برین شهر یه مکانیک وردونین بیارین اینجا. چطوری؟ تو رو خدا یه کاری بکنین، من که بلد نیستم. آسان جون، آسان بی سواری رو بخصولش کن، خودتان بشی پاشتش. بله چشم ساخت رو زهنه. خیلی خوب خانم، سوارشین. خیلی متشکرم. بفر بالا، رکابش پای بلنده، بپوش شلوارت جر نخوره. بیا قبوسا، بیا دیگه، بیا بابا، بیا جلا ها زبا چسبونم. بیا بابا، کم که نمیاد که. بیا شوفری بکنم که اوستا خودش کیف کنه. برا خانم، یه چیزی رو میخواستم بدونم. چطور شده خانم تنهایی مسافرت میکنم؟ من دوست دارم تنها باشم. چرا خانم؟ اتفاقی افتاده؟ ای همچین. به به، چه بچه قشنگی دارین، ماشالله خیلی نازی. دست شما رو میبوسم. زنده باشه، چه خانواده خوب و خوشبختی. دوستشونم داری؟ معلومه خانم، دلم واسه بچه هم یه ارزن شده. راستی؟ واسه این مادر بچه چی؟ اون که جا خود داره. باشا به حال اوستام، قربونش برم اون باری. اوستا بفرمایی. باری کلا، باری کلا خانوم، پاک دلخورمون کرده. خواهش میکنم، من دارم میخواد یه طوری تلافی کنم. نه میخواد زحمت بکشی، تلافی کردی. حالا ناراحت نشین، خواهش میکنم. ببینم اسم شما جلال نیست؟ چرا؟ چطور مگه؟ اگه فردا به دیدنم بیایی میفهمی. من که نمیتونم بیام خانم. طبقه اول اون در، اون طرف خیابون خونه منه. فردا منتظرتم، بیا کارت دارم. آخه چه کاری داری؟ من نمیتونم بیام. چرا میای؟ نه جونم نمیام. خدافیز. خوش اومدی. بده من از تو. بفر بخانم، بینیم سیبی چطور؟ بیا اینم انعام تو. این چیه خانم؟ آخه با پولکی نیست قربونش، خیلی خوب میگیری با جهنم. آدرس گاراژتون کجا؟ خیابون شوش، گاراژ شوش دور 5-6 میشه یه سو. متشکرم، خدافظ. قربونش با خیابون شوش، گاراژ شوش دور، قربونت برم چه جور. اوه 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 نمیریم. چرا سوهاشو برشه تو لعنه، سوهاشو بریم. بریم جانم، بریم قربونت. عجیب، یلوش گیر کرده پاک. آخ جلال قربونت برم، منو جان خورم پیاده کن که ننم از دل با فسیده هر بیارم. باز چشت خورد به شهر یاره ننه دفتادی. بینیز بینیم یلا
الا الا اومد تو هم خوش شانسی ها ببارید ای تاسیون یک جفت شیش ما رو مهمون کن بح اوه نفوسه تو برای بسه چی خوش گل اومد آرزا داشت اومد چیو داشت بسی دیگه بچه من رفتم داشتم بفهمه خیلی بد میشه کنچه ما تازه اولش تا اینجا درست بچه بر قربون شما صدشو در نه ایرینه ما رفتیم بابا این مفبریه تازه بازی داشت گرم میشه سلام علیکم سلام علیکم آقا رضا قربون تو داشی چاخ شدی این سرویس بهت ساخته ای بد نبود حال خانواده چطور همشون خوبن مطمئن با همشون خوبن رضا جون ماشین و گوشه ها پارک کن بده بارش خالی کنم چشم منم یه سر صورتی صفا بدم بعد بریم خونه که گشنگی دارم هلاک میشم نوکر سیبیلاتم داشتی چشم زنده باشی یا علی سلام آقا جلال سلام علیکم آشتی بیا این امونتی پرون بله. باشه فردا ازت میگیرم گوش نکنی ها بله چلا قربون تو خب آقا داش یه چیزی میخواستم ازت بپرسم اکی تا حالا عطر بار میکنی عطر؟ من عطر بار نکردم چرا دیگه ماشین بو عطر گرفته فهمیدم نزدیکی های تهرون یه پیرزن 60-70 ساله‌ای مونده بود تو راه بنده خدا منم دیدم خدا رو خوش نمیاد یه پیرزن بمونه تو جاده سوارش کردم آوردم شهر آقا داش آخه میدونی یه پیرزن که انقدر به خودش ور نمیره و عطف نمیزنه چیگونه من بگو قضیه چیه جون رضا بگو چی بابا یه زیدی ماشینش خراب شده بود ما هم رسوندیم شهر ببینم خوشگلم بود مثل یه تیکه هلو اما من بمیرم نه زغدست و ننه اینا بفهمن بی خیالش آقا داداش بی خیاله این وقت روز شرطی تو سلام علیکم سلام آقا چلا سلام زنده سلام رئیس چی حال خوبه؟ بدیستم آره مانه نوکر دگر داره رسید اقدس داره برسون که گشنگی کلافه شده شما بریم تو منم همین الان اومدم بریم اومدم شرسی دولش نری نار یخ میکنه سلام مادر سلام پسرم نوکرتم خیلی نگران تو بودم دورت بگردم این سرویس چرا دیر کردی مادر جان؟ واسه اینکه موتور ماشین یک کمی عیب پیدا کرده بود حالا بگو ببینم دکتر رفته؟ آره رفت یه قطره بهم داد هر وقت میخورم قلبم بهتر میشه چه بو عطری میدی؟ من نوکرتم مادر رفته بودم سرمونه اینجا خود آت کنم پوت کنم بهمون زده شوهر داریم تا شوهر آدم وقتی بعضی چیزها رو میبینه از هرچی شوهری میفته باز چی شده زن؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ برعکس تو آق جلال هر وقت میره سرویس و میاد یه عالم سوقاتی و خرت و پرت برا اقدس و بچهش میاره ولی وقتی تو میری کوفتم نمیاری که زهره کنیم و دلمون خوش بشه که شوهرمون از مسافرت واسه همون سوقاتی آورده اون وقت میونه در و همسایه پس بدیم و بگیم شوهر جونمون زنشو دوست داره خاطر خاشه واسش میمیره چرا کفت بگی زن؟ بگی بخواب چرا نمیذاری یه چرتی بزنیم آخه؟ معلومه که نمیذارم یالا منم دلم بچه میخواد این دو سه سالی که عروسی کردیم هنوز از بچه خبری نیست ها لا اله الا الله آخه زن مگه بچه دست من و توه؟ اینا یه چیزاییه که مربوط به خداست من چه میدونم منم میخوام مثل اقدس بچه داشته باشم و مادر بشم یالا من بچه میخوام استغفرالله خدایا به دادم برس عدس نقای تو آدم به جهنم آنه رو بزرش نمی کنی اصلا من با تو قرم دیگه با من حرف نزن اخ جون چه خوب چه که نوبرش آورده موسیقی
جان بیه دیگه کشتی ما رو اینقدر صفحه نذار. لا اله الا الله خندم نمیاد بابا مگه زوره؟ من نمیذارم یا بخند. آره جون خودت این خنده خنده تقلبیه. ای خدا من از دست این زن نجات بده. بیا خوب شو این که دیگه اصل اصله ها. الان واسه مورش هم میزنم که استاندار بشه دورت بگردم. چه هلوی بود حیف که گیره ما نمیاد. شانس سلام علیکم خوش آمدی بیا تو. نه نه قربون شما همینجا خوبه. نمیشه بعد بیا تو دم در خوب نیست. فکر کردم که نمیای. فقط خواستم فکر نکنی خدایی نکرده که بهش دست زدین. آره خب آره دیگه. نه بفرمایین یا الله کسی سر راه ما نباشه. من هیچ فکری نکردم فقط میخواستم هر طوری شده تو رو ببینم مخصوصا کیفم رو جا گذاشتم. چرا؟ ها؟ میخوام توفی خیلی عوض شدی دختر. ببینم تو این مدت تو کجا بودی؟ من زمین و زمون رو زیر رو کردم.
جریانش خیلی مفصله، صبر کن بهت میگم. بوهو که نگرانه. خیلی خوب. عجب تصادفی، تو حیرتم والا. شمسی جون تو هم میای؟ آره. خانم بزرگ. خانم بزرگ. ما میام همون. خیلی خوب. بریم. اما زود برگردین ها. چشم. خدافظ. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. به به چه هوا خوب شده. بزرگ مادرم کجاست؟ چیه؟ رفته همون. الان برمیگرده. من چیش دارم مادر بزرگ؟ خیلی خوب بردم باغچه بکنه بیا. باشه. بیام برش دارم. علی؟ علی کجایی؟ علی جون؟ علی؟ چه سردی؟ ایوه خاک به سرم شد، خدا مرگم بده. علی جون بیا بیرون میچایی. من حوصله داد بیدادای جلال ندارم. الان میاد پدر منو در میاری. میخوایی چه سر چینی بچه بیا خود تو حوص نفتی چی کار. دستتو بده من بیرون. تو بیرون ببینم. میدونین جلال جون من هنوزم دوستت دارم، هنوزم خاطرتو میخوام. این برخورد توی جاده رو به فال نیک میگیرم. ولی همه چی عوض شده هوری، همه چی فرق کرده. یاد اون روزا بخیر. یادت تو هشتی خونتون چه عشقایی با هم کردیم یادته؟ آره یادمه. ولی قسمت چیز دیگه ای بود. تا که رفتی مسافرت مادرم چند روز بعدش سکته کرد و مرد. پدرم هم از غصه اون منو با خودش برد توی یه شهر دور. هرچی ازو التماس کردم که پیش خالم بمونم نذاشت که نذاشت. تا اومدم به خودم به جنبم شوهرم داد و من از شر خودش راحت کرد. حالا هم خبر ندارم کجاست و چی میکنه، مرده است زنده است، اصلا نمیدونم نمیدونم. دنیاست دیگه. حالا شوهرت کجاست؟ چه شوهری؟ اون در الواتی و مردم آزری رو دست نداشت. پارسال به زور ازش طلاق گرفتم. حالا من آزادم و باز میتونیم مثل سابق دوتا اینون با هم دیگه. نه هوری جون نه. من نمیتونم بزنم نارو بزنم. اون دخترمومه، دوستش دارم. پس من چی؟ گذشته ها گذشته. یه مرد تا وقتی که جوونه و زن نداره آزاده، هر کاری که دلش بخواد میکنه. اما وقتی که صاحب زن و بچه شد باید گذشته رو ببوسه و بذاره کنار. نه من نمیتونم، نمیتونم جلال. ده سال آزگار دنبالت میگشتم، این در اون در زدم، تو تصادفا گیرت آوردم. حالا نمیذارم به همین سادگی از دستم بری. من دوستت دارم، میپرستمت، دلم میخواد کنیزت بشم. سایه تو بالای سرم باشه، یه تکیه گاهی داشته باشم. تو چی بیرم؟ نه گوش کن هوری جون، به خدا من بیرحم نیستم، بیانصاف نیستم، ولی آخه چطوری میشه؟ نه مازالله اگه بدونی تو این ده سال چه زجر و شکنجه هایی که به خاطر تو نکشیده. حالا این اجر و پاداش من که تنها بزنی و بگیرم. خیلی خوب یه کارش میکنم، بیام به اصلا میزنم. آخه
ای حس کردم چه همومی بود. مادر بزرگ ای بای خاک آنه خانم جون خانم بزرگ ای بای چی شده بیا بالا علی ببینم این وجبی چه رفتی تو دست دو بدم ببینم برو دست جون کمک نه افتی دست دو بدم بیم بالا خدا جا خودش نفسم میگیره شمسی جون شمسی جون بودو تلفن کن آقا جلال آقا رضا رو خبر کن بودو ببینم عجله کن باشه حالا الان دکتر خبر کن را را سفره نست کردم لطفا ساکت باشین خدا خودش شمسی متاسفانه باید به شما بگم که در اثر هیجان و فشار ناگهانی صدمه زیادی به قلب وارد شده تنها چارش اینه که هرچه زودتر عمل بشه رضا بله مادر جلو بیاییم پیش من مادر میخواییم ببریم ات مریض خونه گوش کنین بچه های گوش کنین اول میخوام یه قول مردونه به هم بدین قول بدین که هر چی میگم قبول کنین من قول میدم مادر منم قول میدم مادر حالا راحت شدم پسرای عزیز و خوب من دلم میخواد این خونه و اون کامیون باعث نشه شما دوتا از هم جدا بشین نذارین پول و حسادت از هم بیزارتون کنه با هم مهربون باشین پشتیبان هم باشین جلال تو مواظب رضا باش اون هنوز جوونه هنوز سرد گرم دنیا رو نچشیده رضا دکتر ببین چی شد خانم بزرگ آروم باش رزا حسین همه چی حاضره؟ میبینه که نشستم آماده آماده است آب داره میری رزا آره داشتی کار نهری؟ نه قربت برم خدا به همراه فقط موازه باش به موتور فشار نیاد باشه موازه برم خیلی راحت باشه خدافه خدا پشت و پناهتون الهی به امید تو یا شانستون امتحان کنه نبایون بره تایی وقتو از مایه شانستون امتحان کنه آخری شا این یه تومنه بگیر برو تو اون کارش رو بروی یه آقایی به اسم آقا جلال بهش بگو یه نفر باد کار چشم 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 رفتم فقط به خودش بگی بله به خودش میگم خانم پس کو اونها اون طرف خیابون تو تاکسی قرمون تو قرمون شما سلام علیکم آقا جلال علیکم سلام اینجا چرا اومدی؟ چطور اینجا رو پیدا کردی؟ چند وقتی که ازت خبری نشده اومدم ببینم چه بلای سرت اومدی؟ گرفتاری داشتم دلم واسه تنگ شده بود خیلی خب برو طرف های اصل میان پیشت خوب نیست منو تو رو اینجا با هم ببینم برو خداحافظ آقا برو همونجای که سرم شده سلام سلام چرا اوقات تلخی؟ چرا که نباشه؟ واسه چی اومدی دم گاراژ؟ گفتم که دلم هواتو کرده بود حالا مگه چی شده؟ چرا سیاه پوشیدی؟ مادرم مرده آخ بمیرم الهی خدا رحمتش کنه کی؟ دیروز چلنش بود
بیچاره کوکب خانم چه زن خوبی بود. هرچی خاکمون عمر تو باشه دیگه فکرشم نکن، همه میمیرن، ایشکی تو ابد زنده نمیمونه. حالا برو بشین، الان یه چیزی واسط میارم تا حالتو جا بیاره. قصه نخور، خدا بزرگه. آقا رضا. نه من نیستم. نیستی؟ آقای مشتی یه چایی بده بینی. یه جا بده آقا رضا بشینه. قربونه محبت تو. نکنه پول مول نداری؟ نه صحبت پول نیست، عزادارم. نه خوشم اومد. ما بمیریم؟ چند دفعه قبل که پولای بچه ها نمی بردی عزادار نبودی؟ ناکس نه تانی باید باید کنی؟ نه چه؟ نه ترسی بازی کنی؟ آره می ترسی، می ترسی پولاتو ببازی؟ من می ترسم؟ چرا بچه ها زدی؟ فقط بلدی پولای اینا رو ببری؟ آره چه برم کنی؟ پول تو رو می برم. بشین بشین، هرچی پول داری تو جیبتو بیار بیرون تا بازی کردنه به جیاد بدم. نه خوشم اومد، خوشم اومد. بشینه 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 اون یادمون بره ببینه. اول ما هم میریز. خیلی خب بریز، ولی تو آس بگیری کلامو تو هم میرا. آره خوشم اومد. جونه تو یخه یخه، بیا این شربت سکنجبینه بخور، حال تو جا میاره. اینقدر فکرشو نکن، تو که ما رو کشتی. یه ذره رحماتو باز کن مرد، چی میشه کرد؟ دنیاست دیگه. خب من دیگه باز راهی بشم. کجا؟ به این زودی؟ حالا نمیشه بری؟ نه هر طور شده باز برم دیگه. حالا یه دوش بگیر بعد. من خزینه ایم، باید به خونه و زندگیم برسم. خونه زندگیت که در نیمه، این که نشد نایمده در بری. فردا شب دوتای شما با هم میخوریم باشه؟ آه راستی یادم رفت بگم، فردا روز تولد منه، باید با هم باشیم. من نمیتونم زن، جواب زن و بچه رو چی بدم؟ من چه میدونم، یا میای یا خودم میام دنبالت. من از تنهایی دارم دیغ میکنم. وردل سیاهی شد لنم. ای تاسیو آخریش دیر شد، یه جاسوس دیگه مهمون کن تا روی بابا رو کم کنم. یه جونم این برش ده بریم. چشاشی ببین اینا بزن بمونا سه طبکش کنار. تو تاس گرفتی؟ نه فهمیدم، من تاس گرفتم. تو دست ده بکش کنار، والله هرچی دیدی هیچی ندیدی. تو سه پوله رو بهش ببینم، آن باختن که جه زدن نهره. تو که ارزه نداری پولای زم و وسطو نگرداری، چرا منو دعوت کردی به بازی کنم؟ یعنی چی محبت بازیمونو نکنه با هم؟ آسم، باز شادی روی مادرم، پول همه بچه روشو پس بده. نمو پول این ناچس رو باز خودت ورد تو روش کم بشه و به پراپای دیگر رو ندیشه. چه، شاکر دم از بچه ها بیاییم خواستم خواهم خیرات کنم. نه خیر که اون تو، تا تو باشی دیگه با من بازی نکنی. این مال تو، بیا. نه این مال خودم. آره نه سب کن، شروع نکن. بیا این مال تو، سب کن، سب کن. بیا این نه سب کن این دیگه. جوجه را آخر پاییز میشمارم. جوجه ها دیگه بزرگ شدن بعد با تو برو فکر خودت باش. آسه تو بس دیر شد، خدا حافظ بچه ها. بچه باشه بعدن حسین دیگه. خوب که رفتش کردی آق رضا، خوش کم خواستم روش کم بشه، مسخره اون سیبیلاش مینازه. بابا ولش کن، خیام میکنم با آدمی بیمارفت. ولی آق رضا بالاخره من نفهمیدم تو چی کار میکنی که انقدر جافشیش میاری؟ خب دیگه هر کی یه جوری شانس داره، شانس منم اینه که هی جفشیش بیارم و رو دست باشم.
راستی آق رضا، میخواستم بپرسم چرا انقدر بازی میکنی؟ تو که نمیدونی حسین، تو که زن نری بفهمی من چی میگم. آدمی زد باست دل خوشی داشته باشه، خوشبخت باشه تا دوره برای این چیزا نگرده. نگرده ای زن، یه نفر هی نق بزنه و ایراد بگیره، ای مردشو سرکوف بزنه و بونه بگیره، بالاخره مرد بیچاره یه رای واسه فرار از دست اون پیدا میکنه دیگه. منم سعی میکنم یه طوری خودمو سرگرم کنم تا به فکر ناراحتی نباشم. آفرین. آره آره. آخ آخ آخ، نگو نگو که گفتی یا کردی کبابم. آره تو نمیری، این ماشین احمده. حالا بهشون میفهمونم با چه ناتویی طرف هم. ولی من چایی تو باشم آق رضا، میپرم پایین دوت کشتی میتونم تو گوشت شد تو مثل فنر برم بالا. آفره بپا پایین، میپره پایین، بزن بزن بیدیم. نه اما نزن یک پایین. آخ 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 آخ، کسی بیماره پایین. عجب آدم یا چون خب نگفتی شب کجا مهمونی؟ هیچی جایی نیست، یه مهمونی مردون از همه خودی هم. ختم سرون پسر صاحب گاراژه، یه مهمونی داره که حتما باز برم. شب دیر نره یا؟ نه جون، تو زود میام، خیالت راحت باشه. مسلسل که نمیشه. بینم آرتیستی میخوای یا مال خودی باشه؟ مال خودت. زیر بازار چه ای میخوای؟ بله من کنجشو. کیه؟ آه چقدر در میزنی، اومدم دیگه. سلام. چرا دیر کردی؟ تا حالا کجا بودی ها؟ آقا جون من ببینم دیر کردم. معلومه الان سحره آقا، این چه وضعیه؟ مگه اونجا چه خبر بود؟ هیچ بابا، پسره نمیذاشت ببرن، همش کلک میذار و فرار. آخه مگه چند سالشه؟ ای 50 تا اینشه. آه بدش به من، 50 سالشه اون وقت تا حالا. بابا من خیال کردم صاحب گاراژ رو بگی تو هم جونم. من دست نزن، تو رو خدا نجس میشم. چرا؟ آخه تو ندیده بودم اینطور پاتیل بشی، تو که توبه کرده بودی آقا. آره درسته، اما اونا دادم منم خوردم، بد کردم، هیتم ببینه بد کردم. خیلی خوب، حالا بیاد دهنه تا آب بکش تا خونه رو نجس نکردی. چش نوکرتم به والا، خودم رفتم سر صورت تو بشو تا حالا جا بیاد. اومد چرا هم چی شدی؟ تو من حال داده به من فرد دست تو بده من الان میچار. بیا بیا دست تو بده من. بیا الان سرما میخوری، یالا دست تو بده به من میچار. میشن آکنیم بیا دست تو بده چی کار کنم؟ سرما میخوری مرد، بیا بیرون. جانا بیرون بیرون مرد.
پیاده از همو بگی بیام بیرو زهاره بده برا چه گرفتاری شدم مادرون رفت آخه من همون اینجا موندنی هم الان همه بیدار میشن بیا بیرون برم واسه تو حوله بیارم حق دستشون حق دستشونم به جای حوله متکا بیارم من هم اینجا برم خوابم آره قرمونت برم من میگم جلو ما میپیچین ای سوپر کپانی آقا رضا حرف که جونو شما دارم نه مرد حرف که ماشین دستش مالا داشته بله خالی تو کردم بیازم برم پرش رو بدم درشون کن بچه اینا خیال میکنم با آدم این بازم برم نه آره درش رو بدم بازم بازم گریش رو بگیرم من خیال میکنم جون آقا رضا من از سبا میگم بازم برم اونا رفت داری که جون کسا خیال کنن آقا رضا درش رو بدم بازم برم کن بابا آره تو امیر فهمیدم دیاز خوش بابا از بس سر برس با دنده یکم نمی کشه باز که آره تا باز این سنگی شده حسین الهی با امیده تو ای سرم ترکید مردم سرم حالا دیدی از تو گذشته پیر شدی این کارا برات ضرر داره سرم چی رو گذشته من هنوز نظام وظیفه نرفتم آره جون خوده تو دیگه باید به فکر بچت باشی مرد سرم خب هستم آخ سرم مگه نیستم چرا ولم نمی کنی زن سرم چرا ولی باید بیشتر از اینا باشی آخ سرم ترکید اومدم آخ عرق عالی شکم خالی وح وح چه حالی آخ سرم سلام علیکم آبجی سلام رسیدم به خیر قربونه تو زنده ده بفرمین خوش قربونه شما آخ سرم خدا بد ننه داداش ببینم چی شده دادم برسیم مسلمونا سرم ترکید داشی داشت بی سر شد آقا چی شده؟ سرم چیزی نیست آقا دیشب مهمونی بودی زیاده روی کرده خب ببینم کجا بودی آقا داداش؟ سرم منزل اکبر آقا سابگاراش ختم سرون پسرش بوده ختم سرون پسر اکبر آقا سابگارا اکبر آقا او چه زن نداره خیلی بچو الان میام خوشگش نه بابا چیزی نیست آبجی خودش خوش میشه رضا حرف نزن ما دیشب در بودیم حالا فهمیدم اکلک داشو در نیا از بگو ای سرم آخ سرم یخ برسون سرم ترکید شمسشون واسه سوقاتی آوردن چی شده؟ ببینم چرا رنگ پریده؟ حالم خوب نیست دلم داره به هم میخوره سرم گیج میره گیج میره؟ چرا قربونه دارم خوب بلنش بریم دکتر؟ با اقدس خانم رفت خب چی گفت؟ گفت حامله چی؟ حامله ای؟ ای خدا جون حامله است زنم حامله است زنم حامله است شکرت خدا من دارم بابا میشم شانسی چرا گرگه میکنی من خود بچه نمیخواستی چرا خودم میخواستم واسه همونه که گریه میکنم خب چه شانسی تو تکون نخور تکون نخور که کار دست اون میدی قربونت برم الهی آخه چه خوشگل شدی قربونت برم ماه شدی شانسی جو نازه تو برم الهی ای حسین گوش کن ببینم سیاق رزا جون داشتم کجاست همین دوره براست این روزا سرش خیلی گرمه حسین یه چیزی ازت میپرسم راستشو بهم بگو اون خوشگله تو رایه رو کجا پیادش کردی خونش کجاست کواده اون خوشگله همون که ماشینشو بکسل کردین آورده شهر دیگه چی شد چطور مگه من افهم هیچی یه کار واجبی باش دارم ببین آخ رضا دست منو تو هنان ازار جون حسین آق جلال بفهمه پوستمو میکنه نه ترس پسر یه موضوع ناموسی تو نمیری راست میگی پس قول بده پای منو به میون نکشی ها قول میدم آره ده بگو بیا جلو امیری از اون برمه فقط بخونه
شیطون. سلام علیکم. سلام، با کی کار داری؟ با شما. با من؟ شما کی هستی؟ والا ما داشت کوچیکه آقا جلالیم. رضا. به چه خوب، بفرمایی تو. برمونه شما. مشالا چقدر بزرگ شدیم، بفرمایی. خیلی من بفرمایی بشینیم. برمونه محبت تو. بایز شما. خواهش میکنم. ببخشینا، بفرمایی. شما من یادتون میاد؟ ما با هم همسایه بودیم. ده راستی که کجا؟ کوچه آبشور 10 سال پیش. آه. تو اون موقع خیلی کوچیک بودی. آره شاید بودم و نمیدونستم. چی میخوری برات بیارم؟ حالا همه چی صرف شده، فقط اومدم دو کلم با اتون حرف بزنم و برم. خب چی میخوایی بگی؟ میخواستم خواهش کنم دست از سر داشم برداری و اونو به حال خودش بذاری. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه اونو نبینی و ولش کنی و بذاری به زن و بچهش برسه. ولی ما با هم دوستیم، عاشق هم بودیم. خیلی خب بودین که بودین، گذشته ها گذشته. من نمیتونم ببینم دخترمون بیچاره و بدبخت بشه و بچهش ویلون و سرگردون بمونه. اما آقا جلال که بچه نیست، خودش بهتر از من و تو میدونه. خیلی خب باشه، با وجود اینا یه موقعی هست که مرد ناخودآگاه پاش تو چاله میفته و آلوده میشه. حالا هرچند فضولیه، ولی بهتر دورمونو خیب بکشی و بذاری به خون زندگیش برسه. واسه اینکه ما دعاشمون از جفت چشمون بیشتر دوست داریم و نمیخوایم خم به ابروش بیفته. ببین خانم، یک کمی فکر کن، خوب نیست یه خانواده اصلا پاشیده بشه. به نیسته. ولی من نمیتونم اونو فراموش کنم. چرا؟ میتونی. یه مرد زن و بچه دار لغمه چرب و نرمی نی. یه وقت هست که تو گلو آدم گیر میکنه. خب دیگه ما زحمتو کم میکنیم. ببینم آقا جلال میدونه که تو اومدی اینجا؟ نه نمیدونه، ولی شما هم بهش نگیم بهتره، به صلاحتونه. قربون شما، خیلی ببخش. خداحافظ. من میتونی فرار کنی؟ آره که خانوم از ترس من کنترل خونه عوض میکنن و قایم میشن. آره یه ساله که در به در دنبالت میگردم. نستا به به چه عالی، خوشمان آمد، خوشمان آمد. از جون من چی میخوای؟ آخه من که دیگه زن تو نیستم، چرا برم نمی کنی؟ الان داد میزنم همسایه ها بیان بیرونت کنن. چرا وایسدی؟ بیا با خفصا. تو خیال کردی از من طلاق گرفتی رفتی تمام شد؟ آره؟ زندگی منو واسه خاطر اون عشق ناسب داغون کردی، به لجن کشیدی. اون وقت خیال کردی ولت میکنم؟ ارواح بابات منو میندازی زندون؟ آره؟ اگه پولایی که واسط خرج کردم تا دینار آخرشو پس نگیرم آدم نیستم. تو منو خیلی سوزوندی، آتیشم زدی. یالا برو گم شو، گورتو گم کن. دیگه نمیخوام ریخت نحستو ببینم. از خونه ای من برو بیرون. باشا خونه من، خونه من. همسایهات میدونن با چه زنی طرفن، میدونن چی کاری؟ یالا داد بزن دیگه، داد بزن، هوار بکش. چرا خفه خون گرفتی؟ چرا نمیری پلیس خبر کنی بیان منو بگیرن؟ چرا معطلی برو دیگه؟ خیال کردی با بچه طرفی؟ خدا آدمی بد جنستر و مردم آزارتر از تو خلق نکردی. تو بودی که منو به این روز انداختی. تو بودی که منو با الواتی و شب زندگاریات بیچاره و سرگردون کردی. آره تو، تو بودی که منو بدبخت کردی. حالا از جون من چی میخوای؟ هیچی؟ هیچی نمیخوام. ماشینم موتور سوزونده، اومدم 10,000 تومان ازت بگیرم.
10,000 تومان؟ یس یعنی بعد بدبختی بیچاره، من این پول از کجا میارم؟ از همون جایی که خودت میدونی، همونهایی که باشون سر کار داری، یا ما از تو با حساسیت میفروشی و پول رد میکنی میاد. ای بدبخت، چی خیال کردی؟ ندارم. برو هر غلطی که میخوای بکن. هرچی جهاز و اسباب اساسی خونت آوردم همه رو بالا کشیدی، بحثت نیست؟ حالا میخوای این زندگیمو به هم بزنی و داغون کنی؟ آره؟ من این حرفا سرم نمیشه، زیر سنگم شده باز پیدا بکنی یا بری. فردام که میام اینجا پول نقد باد رو نیزد باشه. شیر فهم شد؟ اگر من هم میدونم و تو زد جان برو که با... داش بده اینج بینا. بله اون کجا رو مشکه کی بود رفت تو؟ آقا جلال میگی؟ آره جلال، چی کاره؟ داش بزرگه رضا از کامیون داره. کامیون داره؟ آره. خوشم اومد، خوشم اومد. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه بابا، ولی اگه یه گوشه بشینم و با عزت لبی تر کنی بهتر میتونم حرفامو بزنم. باشه، بعدمون نمیاد. بریم 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 چی کار داری؟ بفرمایی قربون دسته. به سلامتی آقا داشم که همه زنا قربونش میرن. ای کلک، حرفات بودار بود، نکنه یه چیزی میخوای بگی رود نمیشه. والا والا چی بگم، تو داشت بزرگ مایی و احترامت واجبه، ولی میترسم یه وقت دلخور بشی و همه بعدت بیاد. خواهی تو لوس نکن پسر، حرف تو بزن، ما که با همین حرف ها رو نداریم. رو کن بینم چی میگی. میخواستم تو داشتی بهم یه قولی بدی. قول بدی که دیگه عطر متر بار نکنی.
اون یه دفعه هم که بارش کردی فراموشش کنی و ولش کنی بره. آره اینجور زنا به درد ما نمیخورن. ما توی این محل به عزت و آبرو تو زنده ایم. اگه قرار بشه زن عوضی ار را برسه و آقا داشو ما را بقاپه و ببره، اون وقته که همیشه سر ما جلوی در و همسایه ها پایین میافته. خودم میدونم پسر، حواستم جفته، دانم کجای کارم. میدونم آقا داش، ولی بیادبیه. من نباید به تو بگم، تو بزرگتر خونه ای، زن و بچه داری. این کارم مال جوون هاست. ای چالک، میخوای بگی ما پیر شدیم؟ یه دشمنت بشه. منظورم اینه که هزار تای این زنا به یه موی آرژی اقدس نمیارزه. میدونم پسر به کی داری میگی. همه چیز من اقدس و بچمه. خیالت راحت باشه، خودم یکی نوکرشم. قربونت برم الهی، قربونت تو داداش که یه پارچه آقایی به مولا. مست نکنی تو هم عطر بار کنی. یا الله. سلام علیکم آرژی. سلام، مهمون دارین آقا؟ نه آرژی شمسی ویار کرده، واسه گیر آوردن هر کدوم اینو کلی راه رفتن. انشالله به سلامتی. قربون محبتت. خیلی خوش بودم که برسمش. شمسی جون هر چی خواسته بودی آوردم. نگاه کن، زغارخته، سنجد، نخوچی، کشمیش، آلبال خشک، کاگل، ماگل، تخم ژاپنی، در غروب، لواشک، خورما، برگه، آدامز، آلو، زالو، هر چی که خواسته بودی واسه خریدم آوردم. خریدی؟ چون تو گیر نیوردم. اما کمپوتشو واسه خریدم. من کمپوت نمیخوام، من هلوی تازه میخوام. برو بخر، یالا برو هلو بخر. ببین شمسی جون، آخه من تو این موقع سال هلوی تازه از کجا بیارم؟ من چه میدونم، تمومش تقصیر توه دیگه. چرا؟ من؟ تقصیر من؟ بله تو، دست به من نزن که بالا میارم. آخ، آخ، چی شد؟ بچه لغت زد. پدر سوخته نایمده لغت میزنه. شمسی جون عیبی نداره، تو برو استراحت کن، برو جونم، برو. نه خیر نمیخوام، برو برو هلوی تازه پیدا کن، یالا برو، تا پیدا نکردی پیش ما. بابا خیلی خوب رفتم. آینه تو شک زن. آقا رضا چی شده؟ این چش آبجی؟ آخه چرا همچی میکنه؟ میدونی آقا رضا، یه چیزی هست که شما مردا باید بدونی. و اون اینه که بعضی از زنها وقتی حامله هستن و ویار دارن، زمانی میشه که از بوی مردشون ناراحت میشن. یه وضعی پیدا میکنن که نمیتونن تحملش کنن. همین که شوهرش بهش نزدیک بشه یا بهش دست بزنه، حال به هم خوردگی بهش دست میده. در این موقع است که مرد باید با خوشرویی و خوشرفتاری این وضع تحمل بکنه. کی حوصله داره؟ تا این مدت بگذره و اون وقت دوباره همه چی رو برا بشه. آره برادر، پدر شدن این درد سرارم داره. درست شد. خب چاره چیه؟ برم دنبال هلو. شب عیده و یار از من هلو پوست کنده میخواد. 2300. الو بله، بفرمی. بله گوشی خدمتون. آقا جلال با شما کار دارم. بابا. آره. الو شما؟ تو کجایی؟ جلال جون، یه جریانی پیش اومده که باید تو رو ببینم. چی شده؟ از کجا تلفن میکنی؟ از یه جایی دور. من نمیتونم افتابی بشم، باید تو رو ببینم. چرا؟ مگه چی شده؟ خیلی خوب، وقتی دیدمت بهت میگم. حالا با آدرسی که میدم بیا، منتظرتم. ساکن قلم بیزم. بگو. آها. خیلی خوب، من تا نیم ساعت دیگه اونجا. آقا جلال، خبری شده؟ نه، چیزی نیست. میتونی یه ساعتی ماشین تو بهم بدی؟ اختیار داریم، این چه حرفی آقا جلال، متعلق به خودتونه، بفرمین. قربون تو، خیلی هم ممنون. اگه منو خواستم بگو تا یه ساعت دیگه برمیگم. باشه میگم، خوش اومدی. خب چقدر بود؟ آ
محمد آقا چقدر دیگه این بابا رو بپنیم؟ عباس دنبالش رفتیم کفشمون دولاب شده. تو که نمیدونی بس هرچی از دیر سر همین جلاله. صبر داشته باش. حالا فهمیدم هر چقدرم زنگ باشه انگوش کوچکه اوستا جونت نمیشه. آره اوستا کور خونده. ببینم اینجا کجاست؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ دوباره همین خواستم بیا اینجا تا یه جریانی رو بهت بگم. تو این باغ به این گندگی تنهایی زندگی میکنی؟ نه ننه رفته چیز بخره. اینجا مال کی هست؟ مال دایمی. ده خب چی میخواستی بگی؟ چی شده؟ من از تو حامله شدم. حامله شدی؟ آره جلال جون، خداوند آرزومو برآورده کرد، بالاخره بچه دار شدم. از کجا فهمیدی؟ نکنه خیالاتی شدی؟ نه جلال، خیال نیست، بلکه حقیقت داره. پیش دکتر بودم. آخه چجوری میشه زن؟ باید اونو بندازیش. چی؟ بیندازمش؟ آره. 30 سال من برای به دست آوردنش حاضرم زندگیمو بدم. تازه اون بچه مال توه، بچه کسی که آرزو داشتم زنش بشم، کنیزش بشم. نه چطوری دلت میاد من اون نابودش کنم؟ نه هیچ وقت. لا عجب گرفتاری شدیم. جواب اقدس رو چی بدم؟ باز یه فکری بکنم، اینجوری نمیشه. حالا چرا نمیتونی آفتابی بشی؟ یادته بهت گفتم شوهری داشتم که در بدجنسی و الواتی رو دست نداشت؟ خب آره یادمه. چطور شده مگه؟ هیچی، همون دیوونه مزخرف دوباره پیدا شده. توقعاتی از من داره که من نمیتونم انجامش بدم. خب برو ازش شکایت کن. نه نمیخوام، آبرو ریزی بشه. یار سردر نمیارم. بیا بشین اینجا. خب باقیشو تعریف کن بینیم. اون دروغ میگه، به چاپارش گوش نده. اون سر حمزه‌ایه. آشاق قره سما بسه. لیلی و مجنونه با تو رو خدا داد و بیداد نکنی، نذار این سر و صدا را بیفته. تو به چه حقی اومدی تو خونه من؟ به همون حقی که این نامرد و دیگرون میاد. نه اون دیوونه است، ولش کن، خواهش میکنم. تو کتا بیا. مردم واسه دیشب. تو دیگه خفه شو. بزن این عوضی رو سر جاش بشونم ببینم. عوضی توی که با داشتن سر و بچه چش دنبال این و اونه. نه به با چه بساطی رو برا شده. خب آره بگه خوشم اومد دوستم خوشش اومده. آقا رو بسن آقا رو بسن آقا رو بسن با خوشم اومده خوبه بگه این خوبه بزن بلا بو دوست نره اوسیا. آره گمشیم بلا تو که پارت نه جلوش جوش نزم واسه خاطر تو نسنا زندگیمو داغون کرده. حالا حرفم داری؟ تو رو خدا نظر یا برو ریزی بشه، خواهش میکنم. بسا بیرم. تو چی خیال کردی جونم؟ فکر کردی اون پاک و محسوم مونده؟ فکر کردی لای زرورق و دست نخورده است؟
کور خونده اون صد تا مثل مناتو رو زیر سر داره. کجای کاری مرد؟ تو که از زندگی اون چیزی نمیدونی. نه فرار میکنی؟ باکه مردی باش سا برشو. من گناهی ندارم برکن، به خدا من به تقصیرم، همش تقصیر اومد. نه جلال، کار من دیگه تمومه. گفتم برن شو. نمیتونم سرکار، نمیتونم. من باز اون زنم میکشتم، آتیشش میزدم. اون زن زندگی منو به لجن کشیده. فرمید خانم بیا نزدیکتر سرکار. من میخواستم خواهش کنم که پای این مردو به میان نکشی. خواهش میکنم بذارش بره، اون زن و بچه داره. نمیخوام اونا مثل من بدبخت و بیچاره بشن. همش تقصیر من که اونو از راه به درش کردم. اوری الان تلفن میکنم آمبولانس بیاد.
گیر آوردم، بالاخره گیرش آوردم. شمسی جون کجایی؟ ده تا پول دادم. دیگه نمیخوادش، اون داره میذار. داره میذار. پس برام کمک کن. نه نه نه، نمیشه خودش میذار. قابله اون توه. من هولوها رو چیکارش کنم؟ هیچی، پوستش بکن بخور. چی؟ بخورم. خیلی خوب. نه نه نخوره، بابا میخوره خوب. چه هولوی یاد کنم. آخه چه عجب هولوی گیره اردو نه. داشتی سلام علیکم. داشتی مشته مشته داده که شمسی داره میزه. خب بابا من دارم بابا میشم. جون داشتی والا من دارم بابا میشم. اصلا باورم نمیشه. داشتی قربونت برم الهی. بچه ها میشنم وسط اتاق، هی دورش میچرخم، میردزمش هوا میگیرمش، شبا واسهش لالایی میکن، قصه میکن. اگه بدونی داشتی، داشتی رو پاشت سوارش میکنم، میدوام، دارم میخواد مثل بابا شانس داشته باشه، رو دست همه باشه. اگه بدونی داشت، دارم میخواد پسرم ورزشکار بشه، اونم فوتبالیست، فوتبالیست بشه، مردم تو زمین فوتبال واسهش دست بزنن، میدونی همه هورا را کش. خب اگه دختر شد چی؟ هیچ باب، این نظرم شبا شوهرش بیاد بگیرتش ببرتش. مجده، مجده بده، بچه پسره، پسره. چی؟